امروز فردا. به نام خدا و به یاد شهدا. هموطنان گرامی را درود و سلام. بومان علی قاسمی هستم که از شبکه دیروز، امروز و فردا در خدمت شما می باشم. در قسمت گذشته سوانح دانشمند توانا، ادیب و تاریخ نویس شهیر کشور مرحوم فیض محمد کاتب را خدمتتان بیان داشتم و اکنون می پردازیم به کارکردها و چگونگی فعالیت‌های کاتب در دربار حکومت‌های وقت و نحوه تاریخ نویسی یا وقایع نگاری کاتب که در آن شرایط حساس و زیر سانسور چگونه توانست تاریخی را بنویسد که نه تنها خودش لقب بیهقی ثانی را کمایی کرد، بلکه تاریخ نویسان و واقعه نگاران خارجی و داخلی را وادار ساخت تا اگر در مورد افغانستان تحقیق می کنند باید به سراغ نوشته ها و یادداشت های کاتب هزاره بروند و مهمتر از آن این که احیاگر هویت قومی شود که در همان عصر و زمان و پیش چشمان او در یک نسل کشی برنامه ریزی شده سیاسی بیش از 62% کشته و آواره داده و از تمام حقوق انسانی و شهروندی محروم و به بردگی کشیده شده بودند. مرحوم کاتب در شرایط شروع به تاریخ نویسی و در زمان و مکان اقدام به چنین کاری کرد که غیر قابل باور و نهایت دشوار بود. درست است که امیر حبیب الله تمام اسناد و مدارک دولتی را در اختیار کاتب قرار داده و او را از معلومات اسناد دست اول بهره‌مند ساخته بود که برای پیشبرد کارهایش نهایت مفید و بی درد سر بود. اما شاه و درباریان تاریخی می‌خواستند نوشته شود که در آن رضایت دربار باشد و توصیف زمامداران و اولیای امور ذکر شده باشد، چنانچه ما در مکتب‌های افغانستان در کتاب‌های تاریخ معارف می‌خواندیم و مشاهده می‌کردیم که تاریخ نویسان دربار چگونه یک شاه خائن و نوکر بیگانه را به القاب امیر، غازی، سراج الملت، امیر المؤمنین و غیره نوازش می‌دادند و با جز ذکر کارهای نیک خیالی که در حقیقت در خاصیتشان هم نبود هرگز حقایق را بیان نمی کردند و از وقایع تلخ عصر حاکمان و جنایتهایشان چشم پوشی می کردند. اینجا است که محترم عباس دلجو در کتاب هزارها و حاکمیتهای استبدادی 100 سال اخیر جلد اول اعتراف میر محمد صدیق فرهنگ نویسنده تاریخ افغانستان در 5 قرن اخیر را در مورد کاتب چنین بیان می کند. مورخ و محقق دانشمند فیض محمد کاتب هزاره مؤلف سراج التواریخ نه تنها معلومات جامع و کلی را در مورد دوره سلطنت سدوزایه ها و محمد زایه ها برای بار اول در یک تألیف نفیس جمع آوری نموده، بلکه سعی وردیده است تا در زیر پرده عبارات تعارفی که گریز از آن در آن عصر خارج از امکان بود یک سلسله حقایق را در مورد نواقص اداره و بیدادگری زمامداران به گونه مستند و مفصل ثبت تاریخ کند. همچنین آقای دلجو قسمتی از نظریات یک محقق روسی به نام مرن هاروونا را که در سال 1366 خورشیدی در کنفرانس 130 سال روز تولد کاتب در کابل شرکت نموده بود درج نموده که می نویسد: در اتحاد شوروی محافل آگاه و خبره عقیده دارند که مرزا فیض محمد کاتب هزاره شخصیت برجسته در بسیاری از مسائل بود. آثار فیض محمد کاتب هزاره توجه دانشمندان کشورهای زیادی را که به بررسی تاریخ افغانستان علاقمند هستند جلب نموده است. آثار وی از جمله منابع با ارزش تاریخ به حساب می آیند. در زمان کنونی هیچ دانشمندی که موضوع تحقیق خیش را یکی از جهات تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان انتخاب نموده باشد
نمیتواند اثر خود را بدون مطالعه و کاربرد آثار فیض محمد کاستب اثر سود بخش و جدی حساب نماید. هموطنان عزیز، چنانچه در قسمت نخست خدمتتان بیان داشتم که برای نوشتن کتاب تاریخ افغانستان امیر حبیب الله خان تمام اسناد و مدارک دولتی را در اختیار کاتب قرار داد، لذا مرحوم کاتب در نوشتن کتاب سراج التواریخ روش واقع نگاری و تاریخ چنویسی را برگزید و وقایع تاریخی را به قید سال بیان کرد و هر واقعی تاریخی که اتفاق می افتاد سال، ماه و روز آن را نیز از روی اسناد دست داشته دولتی ذکر می کرد که از این منظر بیشتر محققین و ایراد دقیق ترین تاریخ نگاری افغانستان دانسته و پنداشتند. همچنین دلیلی که در نظر دانشمندان مقام فیض محمد کاتب را در تاریخ نگاری بلند می برد این است که قسمتهای مهم مؤخذ سراج التواریخ و نوشته های دیگری کاتب متکی به منافع آرشیفی می باشد، زیرا استفاده از آرشیف بین دانشمندان کشور ما کم سابقه است. قرار معلوم آن عده‌ای از محققان کشور ما که به استفاده از آثار آرشیفی پرداختن آنانی بودند که در خارج از کشور به مطالعه و تحقیق علاقه داشتند و از آرشیف آن کشورها در تدوین و تألیف تاریخ وطن خیش استفاده کردند. بنابراین کاتب به باور بسیاری نخستین مورخی است که در داخل کشور از این منابع در تحقیقاتش استفاده نموده است که مبنای تألیفی موثق و دقیق از خود به یادگار گذاشته است. سراج التواریخ بزرگترین اثر با ارزش علامه کاتب به شمار می رود. جلد اول سراج التواریخ حوادث دوره 98 ساله حکمروایی شاهان سدوزایی و جلد دوم آن حوادث دوران زمامداری دودمان محمدزاییان را از آغاز تخت نشینی امیر دوست محمد خان تا سال 1298 شامل می شود. در جلد اول علاوه بر ذکر حوادث سیاسی و اجتماعی، موقعیت جغرافیایی افغانستان و نژادنامه افغانستان را به تفصیل نوشته است. جلد سیوم سراج التواریخ که در 862 صفحه به چاپ رسیده، بزرگترین و ارزشمندترین بخش تاریخ سراج التواریخ می باشد. نویسنده حوادث خونبار و اسفناک 16 سال از دوران سیاه و تاریک زمامداری امیر عبدالرحمن خان را از سال 1297 تا سال 1314 قمری به تفصیل در برابر دیدگان خواننده به تصویر می کشد. کاتب برای آشکار ساختن ظلم و ستم و تعدی و تجاوز امیر و اعمال دولتی در این بخش از کتاب ابتکار ظریف و بسیار زیرکانه ای را در پیش گرفته است. با استفاده از این روش کاتب توانسته است قتل عام، در بند کشیدن، شکنجه و آواره کردن مردم بیگناه، تجاوز به نوامیس مسلمین، ترویج اختلافات قومی و مذهبی، برپایی کل منارها، وضع مالیات سنگین و رواج رشوه‌خواری در میان حکام و مأمورین و نوکر معابی و دست نشاندگی امیر و خاندان حکومتی توسط انگلستان را در جای جای کتاب طوری بگنجاند که هم از دست برد صاحب نظران اصلاحگر حکومتی در امان بماند و هم برای همیش در حافظه تاریخ کشور افغانستان ثبت و بایگانی گردد. عبدالحی حبیبی مورخ مشهور افغانستان درباره کاتب می گوید فیض محمد کاتب حقیقتا نویسنده پرکار و مورخ عالمی بود و چون از قشر عامه برخواسته بود طبعا در نظر داشت که در لابلای کلام خود احوال ستم دیدگان را تمثیل نماید و وجدان طبقاتی خود را تسکین دهد، طوری که از معاصران کاتب شنیدم و در این راه مصیبت ها دید و بارها مضروب گردید و کتاب او بهترین منبع معلومات می باشد. آقای عباس دلجو گفته های آقای حسین بزرگر را که علامه کاتب را به بیهقی مقایسه کرده چونین می نگارد. علامه بزرگ کاتب هزاره را از آن رو با ابوالفضل بیهقی مقایسه کردند که همان گونه که بیهقی با قلم و اثر تاریخی خود چهره سلطان مسعود غزنوی را در تاریخ ترسیم کرده است، ملا فیض محمد کاتب هزاره نیز با نوشتن کتاب بزرگ و ارزشمند سراج التواریخ
رعبنگیسترین و مستبدترین فرمانده خونخوار زمانش یعنی امیر عبدالرحمن جابر و سایر سلسله جاهل و زورگو را نشان داده است و چهره واقعی آنها را در تمام وقایع و حوادث با نابترین ادبیات بیان کرده است. مرحوم استاد بصیر احمد دولت آبادی در کتاب هزارها از قتل عام تا احیای هویت شرحی را از سراج التواریخ نقل می کند که در این چند جمله هم درایت و زیرکی نگارش علامه کاتب را می توانید دید و هم رسوایی نظام استبدادی امیر مستبد را. کاتب در مورد اینکه عبدالرحمن چگونه اقوام افغانستان را در جنگ علیه هزارها تشویق می کرد می نویسد: آتش هر به شدت شعله‌ور گشته، تناب جنگ دراز گردیده، تا که حضرت والا به فتوای علمای ملت و فضلای پایه سریر سلطنت اشتهار کفر طوایف مذکور هزاره را صادر فرمود. از تمامیت افغانستان و ترکستان لشکر گسیل داشته، از بن برداشتن بنیاد هزاره را همت گذاشت. وقایع افغانستان صفحه 251 نوشته علامه فیض محمد کاتب. در جای دیگر چنین با ذکاوت خاص نیت شوم و چهره حاکم مستبد و خوناشام را نمایان ساخته و همچنین سرنوشت غمبار مردمش را به تصویر می کشد. در روز ششم ماه صفر 1310 قمری، حضرت والا ایشان عبدالرحمن خان افسران نظامی تحت امرش را فرمان کرد که آبادانی مردم مرادنه را تمام آتش زده بسوزانند و زراعات ایشان را تمام خوراک دواب و مواشی و اسبان نمایند و همچنین زردک و پشی و شیرداغ را خراب کرده برباد دهند و پس از آن رو به سوی قلندر نهاده و جزای ایشان را داده و باغات آن نواحی و اطراف را کشته و اسیر و دستگیر نموده، آثار از وجود خود ایشان و زراعت ایشان را نمانده نیست و نابود کنند و تسنگ ماشه جاغوری راه را از خار فتنجویان مفسد خواهان پاک و مصفا سازند. باز هم علامه کاتب و وقایع افغانستان صفحه 252. شنوندگان گرامی، این را همه می دانند که تمام نوشته های مرحوم کاتب شبانه توسط امیر حبیب الله خان به خانش گرفته می شد و اصلاح می گردید. اما باز هم مرحوم کاتب در نوشته ها و جملاتش چهره امیر ستمگر را با دو توصیف زیرکانه چنین از زیر نقاب مسلمانی بیرون می کشد. مرحوم کاتب در مورد فرمان عبدالرحمن و سپه سالار غلام حیدر خان چرخی که به شماری از مردم هزاره دلداری داده و بر آنها رحم کرده بود و آنها را از کوه با دلداری پایین نموده بود می نویسد: در قتل و تاراج مردم هزاره اهمال و تعطیل را جایز نشمرده، فریب این قوم را که دشمن خدا و رسول است نخورده، هر که از ایشان به پای اطاعت پیش آیند و رعیت بوده سر بر خط فرمان داشته باشند، از اسلحه کاردی را برای ذبح حیوانات نزد ایشان نگذاشته، قلای ایشان را تمام خراب کنید و یاغیان را یکسر قتل و غارت نمایید و به همه بزرگان و سالاران افواج هدایت و دستور العمل داده، تأکید اکید نموده که در انواع قتل و تاراج مزایقه روا ندارند. فیض محمد کاتب، وقایع افغانستان، صفحه 256. شنوندگان گرامی، انتخاب پیشه تاریخ نویسی در شرایط تسلط استبداد و دیکتاتوری زمامداران و سلاطین ستم پیشه آن زمان بازی با آتش بوده، به ویژه این که مرحوم کاتب تاریخ نگاری را در درون دربار در شرایط سانسور، نظارت و کنترل جدی درباریان و شخص امیر بر مطبوعات آغاز نموده بود. با ذکر چند نمونه فوق ذکر، کاتب بیشتر در لابلای جملات و نوشته هایش درد و حقایق را بیان داشته. اما باز هم علامه کاتب نتوانسته از تمام درد دلها و رازهای پنهانی درون سینه خود را آنگونه که می‌خواسته کاملا بازتاب دهد.
از همین سبب بسیاری داشته های فکری و چشم دیده های او ناخوانده ماند و بدون بازتاب از صفحه روزگار محو و نامود شده است. اما وی بدون شک و برکت دانش علمی، توان قلمی، قدرت نویسندگی و هوشیاری سیاسی خیش توانست تا به دربار شاه را گشاید و زندگی رنج آور، پردرد و اندوهبار مظلومان و ستم دیدگان جامعه را که خود نیز از متن و میان آنان برخواسته و ظلم و استبداد طبقات حاکم ستمگر را در گوشت و پوستش لمس کرده بود انعکاس دهد و وجدان بیدارش را آرامش خاطر بخشد. از همین رو علامه کاتب توانست به یاری ذکاوت فکر، مهارت نویسندگی و حوصله‌مندی نکات باریک و پر اهمیتی را که ثبت آنها در سرنوشت ملی و سیاسی کشور ما تأثیر عمیق و بسزایی داشته است، با آرایش عبارات و کاربرد فن نویسندگی در آثار ذکر شده درج نماید. با این شیوه نگارش همان رسالتی را که یک تاریخ نویس رسالتمند به عهده دارد به خوبی ایفا نموده است، که این کار به یقین کامل از عهده و توان هم نوعانش غیر قابل تصور بوده است. از همین جاست که کاتب با در نظر داشت شرایط زمان و مجبوریت های کاری مطالب مورد نظر را با استفاده از ادبیات لفظی، استعاره و کنایه ها با عبارات ادیبانه و خیلی ماهرانه بازگو نموده است. اما این کارها بدون رعب و وحشت و اذیت و آزار انجام نشده و کاتب در این راستا فشارها و سختیهای زیادی را متحمل شده است. آقای احسان وایزی در سایت اینترنتی مشعل مقاله زیبایی را زیر نام جایگاه والا و ارزشمند فیض محمد کاتب هزاره در بازتاب رویدادهای سیاسی و تاریخ نگاری کشور نوشته که در بخش از مقالهش چنین می نگارد: مرحوم علامه کاتب هزاره برای بیان حقایق مشکلات و فشارهای روحی و جسمی زیادی را دیده است. زمانی که وی مشغول نگارش سراج التواریخ بوده، همواره نوشته‌هایش نظارت، سانسور و مورد بررسی قرار می‌گرفت، که این مطلب را شخص امیر حبیب الله در مقدمه سراج التواریخ بیان داشته بود و هر زمانی که موضوع و مطالب موافق خواست اولیای امور و منسوبین دربار نمی بود، آن موضوع و مطلب به شدت سانسور می‌گردید و کاتب مورد تأدیب و تنبیه قرار داده می شد. مرحوم کاتب در این مبارزه با تنبیه‌ها و خشونت‌های غیر انسانی مواجه و متحمل رنج‌ها و مصائب بیشماری و شمول ضرب و شتم قرار گرفته بود، ولی از راهی که انتخاب نموده بود هرگز باز نگشت. چنانچه بنابر روایت‌های کاتب دوبار با برخورد خشونت آمیز امیر حبیب الله روبرو گردیده و به صورت غیر انسانی مورد شتم و ضرب قرار گرفته است. قرار اسناد معتبر یک بار در جلال آباد که در قسمت نخست خدمتتان بیان داشتم و باری دیگر بر اساس نوشته آقای احسان وایزی به نقل از دکتر عبدالخالق سرابی به کاندید اکادمیسن شاه علی اکبر شهرستانی که از زبان ملا فیض محمد کاتب حکایت نموده، این گونه مورد لطکوب قرار گرفته بود: عده‌ای از کارداران زمان امیر عبدالرحمن خان برایش گفته بودند که دختران هزاره زیاد اسیر شده اند. آیا اهل هنود هم اجازه دارند که بخرن آنان را؟ امیر به قلم خود نوشته بود که چون آنان هم در مملکت اسلامی زندگی دارند، می توانند که هزاره ها را بخرند. او گفت: من قضیه را در حوادث زمان امیر عبدالرحمن خان درج کردم و جهت ملاحظه امیر حبیب الله فرستادم. او آنها را شب مطالعه می کرد، حق و تعدیل می نمود. صبح همان شب بسیار وقت سپاهی آمد و گفت: تو را امیر به حضور طلبیده است. از چنداول تا ارگ شاهی به عجله رفتم. امیر در کوته باغچه بود. همین که مرا دید به خشم گفت: ای کافری بیدین، تو می خواهی که ما را بدنام گردانی؟ گفتم: سرکار والا، از روی سند نمیشتم. پرسید: کدام سند؟ آن کاغذ را که به خط پدرش بود برایش دادم. سند را خواند و با غضب زیاد آن را فشرده در حوض آب انداخت و حاضر باش خود را امر کرد که این کافر را بزنید. مرا بسیار زدند. گفت: او را در آب بیاندازید. بعد گفت: تا یادت باشد که این چیزها را دیگر ننویسی.
آقای واعظی علاوه می کند که حضرت کاتب می دانست ملتی که تاریخ واقعی خود را گم کند به سوی آینده تاریک حرکت می کند. از همین سبب نام کتابش را سراج گذاشت تا بفهماند که این از چراغ خانه تاریک شما و شما این چراغ را بگیرید و در سیاه خانه تاریخ به دیدن رنجها، مصائب و ناهنجاریها بیایید. بنابراین یکی از کارهای با اهمیت علمی، سیاسی و تاریخی کاتب و قائل‌نگاری است. شنوندگان گرامی و هموطنان عزیز، مرحوم علامه فیض محمد کاتب هزاره رحمت الله علیه با تحمل رنجها و دردهای جان و دلسوز نوشته هایش را درج تاریخ نمود و برای نسلهای امروز و فردای ما به یادگار گذاشت تا با خواندن و توجه به تاریخ نسل دیروزشان خود و همکیشانشان را دریابند و از حقیقت‌های سانسور شده معلومات به دست آورند و همچنین برای فردایشان سرنوشت رقم بزنند، چنان که علامه اقبال لاهوری در شعر زیبایش می‌فرماید: خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دستی خیش بنویشت، بدان ملت سروکار ندارد که دیخانش برای دیگران کشت. شنوندگان عزیز، در اینجا قسمت دوم زندگی نامه علامه فیض محمد کاتب هزاره به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی تلاش‌های فرهنگی و سیاسی مرحوم کاتب را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. درود بر روح کاتب و همه شهدای مردم و سرزمین ما. تا برنامه بعدی، خدایار و یاورتان.